سلام به همه دوستان زومی تیم. یه مقایسه داریم بین عملکرد سه تا گوشی پرچم‌دار. گوشی اولمون آیفون 11 پرو، گوشی دوممون سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس، گوشی سوممون پیتر تی پرو. بله درسته، باید مهدیسی پرو داشته باشیم، اما خب متاسفانه هنوز به دستمون نرسیده و احتمالاً دوباره این ویدیو رو مجدد تکرار میکنیم. اما خب در صورت مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری این سه تا گوشی رو میتونید برید ببینید، با اینکه درسته ما نمایه iOS داریم و دو تا دیگه نماینده اندرویدن، اما ما میخوایم یک عملکرد خیلی عادی و خیلی جنرال در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی میخوایم متوجه بشیم تو حالت پیش‌فرض، بدون اینکه بخوایم سرعت انیمیشن رو دستکاری کنیم، بدون اینکه بخوایم توی که خاصی بزنیم، بدون اینکه بخوایم حالا دستکاری خاصی انجام بدیم، به صورت خالص این دو تا این سه تا دسته که اینجا داریم، ما کدومشون اپلیکیشن رو سریع‌تر باز می‌کنه و کدومشون حالا می‌خوایم بین اپلیکیشن بخوایم سوئیچ داشته باشیم عملکردش بهتره. من یک بار دیگه تاکید بکنم که این سه تا گوشی که می‌بینید همه‌شون به جز این اپلیکیشنی که ما قرار تست بکنیم هیچ اپلیکیشن دیگه روشون نصب نشده و شرایط برای هر سه تاشون کاملا یکسانه. ما دوباره تاکید می‌کنم که نرفتیم تو تنظیمات رو حالت پرفورمنس خاصی گذاشتیم، نه سرعت انیمیشن کم و زیاد کردیم، کامل چیزی که شما گوشی رو روشن می‌کنید ستاپ اولی رو انجام میدید این همونیه که ما تو این ویدیو ازش استفاده کردیم. این بار تصمیم گرفتیم برای شروع از بنچمارک انتوتو استفاده بکنیم. همونطور که میبینید تو بک‌گراند هیچ اپلیکیشنی باز نیست و ما شروع میکنیم. این بنچمارک میاد از قدرت پردازنده اصلی دستگاه و پردازنده گرافیک رو کلا به چالش میکشه. یه سری کار گرافیکی نشون میده، میخواد ببینه که حالا چند فریم داره اون رو اجرا میکنه و یه سری رندرهای تو وب انجام میده که متوجه بشه امتیاز این گوشی توی حالا مرور وب چه امتیازی کسب میکنه. امتیازاتش کاملا جنراله و یک نمای کلی از قدرت دستگاه رو به ما نشون میده. امتیازی که به دست اومد کاملا تعجب شما رو برمی‌انگیزه. آیفون تونست 459,646 امتیاز کسب بکنه تو مدت زمان 6 دقیقه و 40 ثانیه. گلکسی نوت 10 پلاس به امتیاز 352,038 رسید تو مدت زمان 8 دقیقه و 9 ثانیه و پیتر تی پرو هم به 276,660 رسید تو مدت زمان 7 دقیقه و 58 ثانیه. توی بنچمارک انتوتو سیستم عامل یک نقش غیر قابل انکار داره و یک نقشی داره که هم خودتون دارید می‌بینید باعث شد آیفون 11 پرو رتبه اول کسب کنه با امتیاز خیلی بالاتر. تو رتبه دوم سامسونگ نوت 10 پلاس قرار داره که خب هم گوشی اندرویدی جدیدتر میشه، هم پردازنده‌اش خب بالاخره جدیدتره و امتیازی که به دست آورد امتیاز معقولیه. رتبه سوم که مربوط به پیتر تی پرو، فاصله‌اش با نوت 10 پلاس یه فاصله کمیه، شاید هم مثلا بتونیم چشم پوشی بکنیم از این فاصله، هرچند که اگر پیتر تی پرو رو ما داشتیم میتونست امتیاز خب بالاتری بگیره و فکر میکنم فاصله‌شون یا حتی یا بیشتر میشد یا حداقل خیلی خیلی کمتر میشد به نسبت نوت 10 پلاس. اما در هر صورت فاصله این دو گوشی یه فاصله اوکی. تو ادامه قراره که یه سری اپلیکیشن رو با هم دیگه باز بکنیم، بعدن دوباره حالا هم اپلیکیشن که داریم میریم جلوتر دوباره برگردیم و اپلیکیشن رو مجدد باز بکنیم، ببینیم آیا تو دور دوم سرعت باز شدن اپلیکیشن از توی رم چه اتفاقی براش میفته. همونش که دارید میبینید ما چک کردیم که هیچ اپلیکیشنی تو بک‌گراند باز نیست، میایم تایمر رو استارت میزنیم و اپلیکیشن اول رو باز میکنیم. خیلی جالب میرسیم.
آیفونی که تونسته بود تو بنچمارک انتوتو رتبه اول کسب کنه، این بار برای باز کردن اپلیکیشن ها تو دور اول به 57 ثانیه و 94 ثانیه دست پیدا کردش. گلکسی نوت 10 پلاس به 56 ثانیه و 27 ثانیه رسید و پیتر 3 پرو به 56 ثانیه و 11 ثانیه. باز هم اختلاف عدد این دوتا خیلی کمه، ولی اگه خب بخوایم به آمار و ارقام اکتفا کنیم، پیتر 3 پرو تو دور اول برنده محسوب میشه. تو دور بعد که قرار اپلیکیشن از توی رم باز بشه، آیفون با مدت زمان 1 دقیقه و 26 ثانیه ما تایمر آخر رو زدیم و زمانش ثبت شدش. نوت 10 پلاس به زمان 1 دقیقه و 19 ثانیه رسید و پیتر 3 پرو هم به زمان 1 دقیقه و 18 ثانیه. باز هم اختلاف این دو دستگاه 1 ثانیه است و خب این 1 ثانیه خیلی حرفا برای گفتن داره. نوت 10 پلاس دستگاه جدیدتریه، تو 6 ماه دوم سال معرفی شد. پیتر 3 پرو مربوط به اوایل سال میشه. در نتیجه حالا اینکه قدرت پردازنده دستگاهی که تو اول سال معرفی شده هنوز هم که هنوز یکم عملکرد بهتری داره به نسبت دستگاهی که تو 6 ماه دوم معرفی شده، خودش سری برداشته جالبی میتونه داشته باشه. ممنونم که همراه ما بودید. منتظر مقایسه بیشتر در زومیت باشید. خداحافظ.